سلام و درود خدمت دوستان عزیز، سام سرابی هستم با یک لایو ویژه درباره جادو و جادوگری در این باب انجام دادم و دوست داشتم که با شما عزیزان در میون بذارم. خیلی خوشحال هستم که تا این موقع شب بیدار موندید. الان ساعت 1:30 بامداد هستش، 1:30 بامداد پنجشنبه اینجوری بگیم بهتره، و در این زمان که شاید خیلی خواب باشن، البته خیلی هم شاید فوتبال پرتغال و فرانسه هم دیدم که بعد از اون فوتبال حتما نشستن به این که این ماجرا رو ببینم. من به همه بچه ها درود میگم، اگر اسم عزیزان رو نمیارم عذر میخوام و امیدوار هستم که بتونم پس از این که این لایو رو انجام دادم، بعد از اون من این لایو رو بتونم بذارم بر روی صفحه، موفق بشم بذارم بر روی صفحه و در این حال این لایو رو برای دوستانی که بعداً هم به این لایو اضافه میشن حتما به نمایش بذارم. خیلی خوش اومدین همه شما عزیزان، صفا آوردین، خوش اومدین و واقعا خوشحال هستم از اینکه در اینجا هستید و امیدوار هستم که شب خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. نمیدونم تا چقدر طول میکشه صحبتامون، اما من سعی میکنم که برای شما به صورت موجز و مختصر توضیح بدم. خب امروز دیدین که من این عنوان رو که استفاده کرده بودم، عنوان این بودش که جادوگران در کمین، و علت انتخاب کردن این در واقع عنوان هم این بودش که باز این روزها اون چیزی رو که بیشتر از همه من میشنیدم از دوستان و از کسانی که حالا برای مشاوره روانشناسی پیش من میومدن یا کلاسه که با بچه ها داشتیم، صحبت هایی که میکردیم، حرف هایی که این ور میشنیدیم، بیشتر بر اساس همین قضیه داشت میگشت و بر اساس اینکه شکایاتی رو داشتن دوستان ما از اینکه براشون مشکلاتی پیش میاد که با خودشون میاندیشن که شاید این مشکلات ریشه ماورایی داشته باشه و ریشه در واقع زمینی نداشته باشه. خب از اونجایی که من یک روانشناس هستم در ابتدا و همه مستحضر هستید و دوستانی که با من آشنا هستن میدونن که من در روانشناسی خوب فعالیت دارم، اما خب به مسائل فراروانشناسی هم پرداختم و تحقیقات، تحصیلات و تجربیات بسیار زیادی هم توی این قضیه دارم، خصوصا در بخش درمان، و به خاطر همین قضیه لازم دونستم که حتما امروز بیام در مورد این قضیه صحبت بکنم. و میدونم اگر افرادی هستن که گرایش های روانشناسی دارن بیشتر و به این مسائل و به این مشکلات که دوستان عنوان میکنن و ریشه اون رو ماورایی میدونن نگاه روانشناسانه دارند، مطمئنا این برنامه براشون جذاب نخواهد بود، از اونجایی که حتما این برنامه ها رو برنامه های سودو ساینس و در واقع میشه گفتش که حتی شاید انگ های دیگه هم بزنن به این برنامه ها، و خب اونها رو از همین الان ازشون خواهش میکنم که ترک کنن لایو رو، یا اگه دارن لایو رو بالا بعدن آپلود شده و دارن میبینن ترک کنن، چون واقعا با نقطه نظر اونها و با نگاه اونها سازگاری نخواهد داشت این لایو من. دوم این که دوست دارم که یکی از دلایلی که حالا این موقع گذاشتم، البته حالا بعدم البته آپلود میشه، ولی میخوام از کسانی که دارن نگاه میکنن حتما این مضامین جوری هستش که مناسب نیست برای بچه‌هایی که حالا به قول فیلمای جدیدی که تهیه میشه، فیلمای ترسناکی که تهیه میشه، سریال‌های خانگی که تعیین میشه، شاید جذاب نباشه برای، یعنی مناسب نباشه برای بچه‌هایی که زیر 15 سال هستن، حتی شاید بگیم 18 سال. البته ماشاءالله دیگه بچه‌های 15 16 ساله ما همشون دسترسی دارن به سایت‌های اینترنتی و اطلاعاتشون قوی هستش و تحقیقات می‌کنن در مورد این مسائل و خیلی اطلاعات دارن و علاقمندتر از بزرگترها هستن. ولی خب از اونجایی که حالا من دوست ندارم که خدای نکرده در ذهن بچه ها یه باره که اتفاق بیفته حالا ذهنشون درگیر بشه، خصوصا من خودم چون در دوران کودکی در یک سن نامناسبی یک فیلم ترسناکی رو دیده بودم، مدت ها بودش که من تو اون دوران کودکی خودم درگیر این فیلم ترسناک بودم و هنوز هم که سنم بالا رفته هر از گاهی نگاه میکنم اون فیلم رو میبینم و هنوزم اون حس بچگی در من ایجاد میشه. در نهایت ما هممون تجربیاتی داریم از دیدن فیلم های ترسناک یا شنیدن داستان های ترسناک، و گاهی توی یک سری از سنین واقعا مناسب نیستش که این داستان ها رو برای بچه ها ما بگیم و بشنون، و از همینجا میخوام از دوستان که حتما این قضیه رو داشته باشن در نظر. به همه دوستان عزیزم من خوش آمد میگم، میبینم تعداد خیلی زیادم است و این موقع شب همه اومدن، عذر میخوام بازم اسم نمیارم،
کمی دور هستم طبق معمول و عکس ها من رو عکس ها تشخیص میدم کی میاد که عکس ها رو دور میبینم و خب از شما دوستان عزیز عذرخواهی میکنم. اما چه شکایاتی این روزها میشه؟ این روزها ما شکایت بسیار زیادی داریم از اینکه حالا همتون میدونین دیگه، اگر در کسی توی خونه هستش حالا صدای خاصی میشنون، گاهی اوقات زمزمه هایی رو افراد میشنون توی خونه که اصلا در خلوتشون یا حتی موقعی که تو اتاق خواب خودشون خواب هستن، کابوس های بسیار بدی رو میبینن یا احساس میکنن که توی در واقع روی وجودشون یه بختکی افتاده و این بختکی که روی در واقع بدنشون میفته احساس خفگی بهشون دست میده و نمیتونن از اون کابوس بیان بیرون. مشکلات کابوس بسیار زیادی رو در این دوران ما گزارش داریم. جدا از این که من کار ندارم مسائل اجتماعی، مشکلات اقتصادی و خیلی از مسائل دیگه و محرومیت‌ها و محدودیت‌ها میتونه باعث این قضایا بشه که انسان کابوسایی رو ببینه یا حتی دچار توهماتی بشه. مکانیزم دفاعی روانشناسی به این صورت است. من از همه اینها اطلاع دارم و دوستانی که حالا روانشناس هستن و دارن این فایل رو میبینن بدونن که من آدمی هستم که اگر حمله بر تعریف بر خودم نباشه، بحث روانشناسیشو کاملا واقف هستم و مطالعه کردم و میدونم که داستان از چه قراره. و خب ما بالاخره یه سری منابعی داریم، مثل حالا هیلگارد هست، مثل گایتون هست، روانشناسی رشدهای مختلفی که ما در دانشگاه خوندیم، رویکردهای مختلفی که داریم. اما همیشه زمانی که ما میرسیدیم به بحث موجودات غیر ارگانیک یا به بحث جادو در دانشگاه، خیلی از معلم‌ها بودن که با این قضیه با خنده روبرو می‌شدن و رد می‌شدن از این ماجرا و سعی می‌کردن که به این قضیه نپردازن و مسخره می‌دونستن. و خیلی از معلم‌های ما هم که خب متدین بودن و در واقع به دین مبین اسلام اعتقاد داشتن، حالا جایی که ما درس می‌خونیم در ارومیه، اونها میگفتن که نه، باید به این قضایا بپردازیم و اینها هم جزو اون باورهای ما هستش. من از اینجا فقط پدر عزیزم رو تشخیص دادم. پدر عزیزم خیلی ممنون از حضور گرمشون و دوستان دیگه، واقعا متشکرم از انرژی خوبی که میدین و خیلی متشکرم، باعث در واقع دلگرمی بنده هستش حضور همه دوستان عزیزی که اومدن. و خب ما بالاخره در این فرهنگی بزرگ شدیم، حالا هر چقدرم که بعضی از دوستان دل خوشی از یک سری از ماجرا نداشته باشن وقتی ما اونا رو عنوان میکنیم، اما باید بدونن که بعضی موقعا بعضی اوقات حقایقی هم در واقع این متون باستانی وجود داره که بیخود نیست که همه اونها به این متون اشاره میکنن. ما از مسیحیت بگیریم که میبینیم مسئله جنگیری رو عنوان میکنه و حتی الان میبینیم که در ایتالیا، در حتی در کشورهای دیگه اروپایی و در واتیکان ما هیئت‌هایی رو داریم که اینا هیئت‌هایی هستن که کارهای جنگیری انجام میدن، به صورت خیلی جدی دوره میگذرونن، کشیش‌ها میرن اونجا دوره میگذرونن که چگونه جنگیری بکنن، که شما خیلی راحت میتونین خب این لکچرهایی رو که این دوستان ما در مورد جنگیری و در مورد تجربیات خودشون صحبت میکنن رو بشنوید، اونا که حالا اگه زبان انگلیسیشون خوب باشه، خصوصا اگر کسانی زبان اسپانیاییشون خوب باشه. حالا من سعادت دارم که چندین زبان رو میدونم و زبان اسپانیایی هم بسیار بسیار دنبال کردم و خیلی مطالب جالبی رو به زبان اسپانیایی از کسانی که تو این هیئت‌های جنگیری هستن پیدا کردم و کیسایی که اونا عنوان میکنن رو بررسی کردم و فیلم‌ها بسیار مستند هستن، داکیومنتری هستن و نمیتونیم بگیم که این فیلم‌ها فیلم‌های ساختگی هستن یا شامورتی بازی هستن، واقعا انجمنی هست، هیئتی هست و این کارا رو انجام میدن. از جهتی هم ما در دین مبین اسلام کاملا اعتقاد داریم به این که وقتی ما میگیم نفاثات فی العقد و من شر نفاثات فی العقد، وقتی صحبت میکنیم از جن و انس صحبت میکنیم و وقتی این چیزها رو ما توی در واقع آیین خودمون از بچگی باش بزرگ شدیم، تو مدرسه شنیدیم و صحبت شده در موردش، خب اینجا جایی هستش که دیگه میبینیم که در دین اسلام هم وجود داره غیر از مسیحیت. همچنین در آیین یهود ما میبینیم که باز به این قضیه بسیار بسیار تاکید شده که موجودات غیر ارگانیکی که حالا ما اسم اونها رو جن مینامیم وجود دارن، که اینها میان و وارد حیطه آگاهی بشر میشن، وارد خون زندگی آدم میشن مثل سوسک و پشه و وارد ذهن انسان میشن و خب انسان رو وسوسه میکنن. ما میگیم وسواس خناس، پنهان، وسوسه پنهان، پنهانی. و خب دیگه میدونیم این ادیان بدون استثنا همه به موجوداتی اعتقاد دارن که از جنس آتش هستن، به این معنی هستش که اینها از موجوداتی هستن که از فیزیک نیستن. حالا شاید در اون زمان نمیتونستن بگن که اینها از انرژی یا از یک نوع دیگری، از بعد دیگری وارد بعد ما میشن، ولی ما میبینیم که عنوان شده. خیلی از دوستان، حتی دوستانی که الان بعضیشون توی لایو من هستن، مطمئنم که این تجربیات رو داشتن، چه در کودکی خودشون
برخورد داشتن با اینجور انرژی ها و این صحبت ها و این صداها و چه در بزرگسالی خودشون هنوز درگیر هستن. اما یکی از داستانهای دیگری که اتفاق میفته اینه که چگونه میشه که یک دفعه در یک برهه‌ای دوباره انگار یک هجومی اتفاق میفته در جامعه. خصوصا من به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک درمانگر بیشتر این روزها میشنوم این ماجرا رو، و وقتی که این ماجرا رو میشنوم خب اول سعی میکنم که یک مصاحبه تشخیصی روانشناسی بکنم و اصلا اول نمیرم سراغ این قضیه که فرضم رو برای این اساس بذارم. اول میگم برو آزمایش هورمونی بده، برو نمیدونم اول ببین علاز شناخت درمانی مشکل نداره، روانکاویش میکنیم، صحبت میکنیم باش. خیلی از اتفاقا میفته و ما بعد از اینکه مصاحبه میکنیم بعدن کم کم آرام آرام میشه بهش شک کرد که نکنه این علائم و نشانه ها علائمی هستن که برمیخیزه از اینکه موجودات دیگری از ابعاد دیگه ای دارن اون رو اذیتش میکنن یا در حیطه آگاهی بو هستن. خب در کنار این ماجرا باز افراد دیگری هم هستند که از موجودات صحبت میکنن که مثبت هستن، یعنی جدا از این که از اجنه صحبت میشه از موجودات صحبت میشه که اینا همچون فرشتگان یا فرشتگان هستن و یا الهگان مثبتی هستن که ما اینها رو در آیین‌های مختلف می‌بینیم. زمانی که من در نپال بودم، در کاتماندو بودم، شاهد این قضیه بودم که خیلی از این موجودات رو، حالا مثبت رو که اونها هم نان ارگانیک هستن، غیر ارگانیک هستن، یعنی ارگان و فیزیک ما رو ندارن، خیلی از اونها رو در واقع بهشون احترام می‌ذاشتن، ستایش می‌کردن و خیلی از این ارواح گرسنه که به اونها آسوراها می‌گفتن که حالا به گونه‌ای شاید بتونیم با اجنه ما در باورهای خودمون مقایسهشون بکنیم، به اونها برای اونها هم پیشکشی میذاشتن و سعی نمیکردن برای اونها هم دشمنی ایجاد بکنن و حواسشون رو داشتن. خب ما هم در آینه خودمون میبینیم دیگه، حالا شاید این حرفا که من میزنم باز به دل خیلی خوش نیاد و خرافه به نظر بیاد، ولی شنیدین همتون که مثلا وقتی آب جوش میریزی نام خداوند رو بیار که خدا مثلا یک بچه یه مثلا حالا جنی نباشه که روش آب بریزه، چون انتقام میگیرن جنها، بعد بعضی موقع براشون حلوا میذارن توی جایی، حالا بعضی موقع پیشکشی میذارن. میبینیم این قضیه نه تنها در ایران، بلکه در ایران بعد پس از اسلام، بلکه در ایران قبل از اسلام هم، حالا کسانی که باز متون اوستایی رو بخونن و پهلوی رو بخونن خواهند دید که ما در خیلی از این نیایش‌ها و ستایش‌ها احترام می‌ذاریم به خیلی از این موجوداتی که در اون ور هستن، حالا چه خوب و چه بد، بدها رو شناسایی می‌کنن و می‌دونن که شیاطینی وجود دارن که اذیت می‌کنن و غیره. در سومر باستان همچنین، باز من چون می‌دونیم متون اوستایی، پهلوی و سومری رو هم درس می‌دم، گرامرش رو، دستور زبانش رو، و ما می‌بینیم که در اون بخش‌ها هم بسیار مراسم و آیین‌های عجیب و غریب وجود داره، خصوصاً در حالا واجرایانای تبت که من اونجا حضور داشتم مدتی. در هند ما میبینیم در یاجورویداها متون بسیار مخصوصی وجود داره برای اینکه ما چگونه بتونیم مقابله بکنیم با این موجودات غیر ارگانیک. و همچنین بحث جادو، یعنی یک بحث دیگه ای هم که خیلی مؤثر هستش، بحث جادو هستش، یعنی کسانی که در کسوت و در جایگاه یک جادوگر باعث هدایت این موجودات غیر ارگانیک به خانه و زندگی ما میشن، یا حتی خودشون با تلسم هایی سعی میکنن در زندگی دیگران مشکل ایجاد بکنن. اونها هم کم از موجودات غیر ارگانیک نیستن و کم مشکل ایجاد نمیکنن. در نهایت امر من مطمئنم همه افرادی که الان در این لایف تشریف آوردن، هر کدومشون از این تعدادی که الان اینجا هستین، مطمئنم حتما بالای نصف شماها هر کدومتون تجربیاتی دارید که من خیلی دوست داشتم اگه میشد تو کلاب هاوس یه شبی میذاشتیم، اگه وقت بشه. اینقدر من کلاس دارم و درگیر هستم که واقعا میبینیم که دیگه وقت خیلی کمی دارم و مجبور میشم حتی خیلی دیر وقت مثلا کار بکنم یا با یک مشقتی در یک شرایطی بیام صحبت بکنم، ولی یه برنامه تو کلاب هاوس بذاریم، افراد بچه ها بیان صحبت بکنن در مورد این قضیه و بگن تجربیات خودشون رو و اون چیزی رو که تجربه کردن از بچگی خودشون و بتونیم اینا رو به اشتراک بذاریم. در اصل این یک معضل هستش، یک معضل هستش که بشر با این معضل از ابتدا درگیر بوده. من یک لایو مخصوصی رو گذاشتم برای بچه‌ها در مورد زبان سومر بود و جادو و جنگیری در سومر که با شواهد و با مجسمه ها و با اون کتیبه ها سعی کردم توضیح بدم و باورهای اونها رو به شما بگم، چگونه اونها مبارزه میکردن، جادوها چگونه بودن، انواع اقسام جادوها رو توضیح دادم توش که میتونین بعدن اونها رو هم بریم ببینیم و حتما میدونم خیلیاتون دیدین و مرور کردین، ولی خب دیگه اینجا نمیخوام در مورد این قضیه صحبت بکنم. اما اون چیزی که هستش این هستش که ما به عنوان یک بشر آیا باید اجازه بدیم که این اتفاق برای ما بیفته؟
ما به عنوان یک بشر باید یاد بگیریم که از خودمون دفاع کنیم، چه در مقابل موجودات غیر ارگانیک یا چه اجنه که شما میگین یا شیاطین یا هر اون چیزی که نیروهای منفی هستن، و چه در مقابل جادوهایی که در مقابل ما قرار میگیرن. اینجا بحث جادوی سپید میشه در مقابل جادوی سیاه. ما یه بلک مجیک داریم که جادو سیاهی که از روی بدخواهی برمیخیزه. این روزها شاید خیلی از شماها اگر یه مشکلات خانوادگی، بالاخره میدونیم الان طلاقا زیاد شده، جدایی ها زیاد شده، ارث و میراث مشکل ایجاد کرده، خیلی اتفاقات تو همه خونه ها داره میفته الان، حتما شما هم برخورد کردیم با گذاشتن یک سری از دعاها در خونه خودتون. من خودم یادم میاد موقعی که تازه توی همین خونه اومده بودم، یکی از دوستان قدیمم رو که میدونستم توی جادو هست البته، ولی فکر حس نمیکردم که دیگه اینقدر وارد جادو سیاه شده باشه، دعوتش کرده بودم اینجا و پس از یه مدتی که از اینجا رفت متوجه شدم که توی اون در واقع معبدی که برای خودم درست کردم یک دونه در واقع پای مارمولک یا از سوسمار کوچولو خشک شده با ناخونش توی پیدا کردم. وقتی اینو دیدم متوجه شدم که یک تلسم خاصی رو برای من گذاشته بود. چند وقت پیش توی یکی از خونه‌های یکی از فامیل‌ها زیر فرش دعایی پیدا کردیم یا روی کابینت دعا پیدا کردیم. حتما شما هم توی خونه‌هاتون زیاد دیدین دعاهایی که بسته‌بندی میشه. اتفاقا چند وقت پیش من تو خیابون داشتم راه می‌رفتم، کیف یک نفری گم شده بود و حتی تو کیفش چیز خاصی نبود، یعنی هیچ نه پولی بود نه چیزی، ولی تنها چیزی که بود یه دو تا کارت بود و در کنارش یک بسته دعا بود که من این دعا رو خب بالاخره چون تو این قضیه هستم باز کردم و فضولی کردم ببینم چیه و دیدم که چه چیزهای عجیب و غریب و توی اون نوشتن با خطهای عجیب و غریبی و مسلمه که حتی تو همین شهری که الان ما داریم زندگی میکنیم جادوگران و رمالان بسیار زیادی هستن. البته خب خیلی از اونها دروغگو هستن، کلاهبردار هستن و خب فقط از بحث تلقین میان جلو که خب قانون هم با اونها روبرو میشه و باشون مقابله میکنه. ما در اخبار خراسان چند وقت پیش داشتیم که مثلا بنده خدا این شغالا رو میگیرن دستشون رو قطع میکنن یا جواره جنسیشون رو مثلا خشک میکنن و در بازار فروش میشه، خرید و فروش میشه و حتی شما اگه تو اینترنت بزنید میبینید که خیلی اصلا این جواره و اعضا رو برای بستن طلسم و مشکل ایجاد کردن برای این و اون دارن و شما اینها رو میبینید که قانون هم با اینا برخورد میکنه و اون بخش رمالیه که حالا خیلی از این رمال‌ها که توی ایران ما هم خیلی فعالیت دارن و از قدیم الایام بودند، از قبل از این که حتی میگم زمان در واقع میشه گفت پهلوی، اگه شما میخونین متون رو میبینین جادو بوده همینطور، این جادو همینطور اومده و در این حال ادامه پیدا کرده و خب بعد کم کم با فرم سومری اون قاطی شده، چون جادویی رو که الان معمولا حالا انجام میدن اینها به همون در واقع اون فرشتگانی حالا اسمشون یادم نیست، هاروت و ماروت، این چیزایی که میگن اون سبک در واقع کلمه غلط هم هست، یعنی تمام این چیزایی که میگن از اونجایی که من میدونم اینا غلط هستن با حافظم نمیسپرم این اسما رو این چیزها رو و چون با متون اصلی سر کار دارم. بله خب سبک تقریبا سومری رو با تلفیقی از کابالای یهود و یک سری از مبانی و باورها و احادیثی که حالا به جا مونده اینها قاطی کردن و یک فرقه هایی در همین مشهد خودمون در تهران، در شهرهای مختلف، در یزد، در کرمان، اصفهان و در روستاها دارن کار میکنن، طلسم می‌نویسن و این کارا رو انجام میدن و ملت هم پول بسیار هنگفتی بابت این چیزها میدن متاسفانه، که خیلی از اینها واقعا همون جنبه خرافی داره، یعنی بهتره که ما بگیم که اینها از اونجایی که دروغگو هستن و سعی میکنن باورهای غلطی بدن و کوریوگرافی ها یا طراحی های مندرآوردی رو درست میکنن و خب ملت ساده باور میکنن و میرن به سمت اینا. اما ما برای که بتونیم با این قضایا مبارزه بکنیم بهترین راه اینه که ما خودمون یاد بگیریم که چگونه از نیروهای منفی جلوگیری بکنیم که وارد زندگیمون نشن، چگونه کسی نتونه در زندگی ما جادو ایجاد بکنه. اگر بنا باشه که هر سری ما، یعنی هر کسی باید خودش مجهز باشه، اگر اینجوری بود که یک سری دیگه باید هی همه برن پیش رمالا و بیان و یاد اون نوار قصه قشنگ علی مردان خان میافتم که مادره حامله نمیشد رفت پیش اون رمال باشی، خدا بیامرزه آقای احمدی، مرتضی احمدی به اون صدای زیباش نقش اون رمال رو بازی میکرد و توی اون خیلی قشنگ توضیح میداد که چی کار بکن، مثلا نمیدونم آب بینی شطور، نمیدونم فلان، نمیدونم چیز خنده دار، اینا رو جمع بکن و قاطی کن و بده به شوهرت بخوره و بعد بچه دار میشی. و حالا از این ماجرا هنوز که هنوز ادامه داره و هنوز هم که هنوز توسط خیلی از کسانی که متاسفانه با جهالت خودشون به سمت اینا میرن تغذیه میشن از لحاظ مادی اینا و حضورم دارن و خب هر از گاهی هم قانون با اینا روبرو میشه و گیر میفتن. اما اون چیزی که مطرح هستش اینه که ما یاد بگیریم بتونیم کاری بکنیم که در مقابل این نیروها مسئول باشیم، خودمون و هر انسانی خودش میتونه به شخصه
با یک آموزش خیلی ساده و با یک مطالعه خیلی ساده اون قانون در واقع اصلی مبارزه با این نیروهای منحوس یا به حالا قول خودمون اجنه یا نان ارگانیک یا رمالی و جادوگری بتونه این نیرو رو در خودش ایجاد بکنه و با اینها مبارزه بکنه و این شدنی هست و هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا من در مورد اینکه چه راهکارهایی برای این قضیه است، این بستگی داره که ما با چه سبکی و با چه سیاقی بخوایم وارد قضیه بشیم. سبک‌های مختلفی هست، همطور که جادوی سیاه وجود داره جادویی هم هستش که در واقع میشه گفتش که جادوی سپید هست که در مقابل جادوی سیاه قرار داره. کسی که جادوی سپید رو بشناسه میتونه کاملا تشخیص بده که جادوی سیاه هم از چه مبانی تبعیت میکنه. از اونجایی که جادوی سیاه دقیقاً میتونیم بگیم که مخالف جادوی سپید هستش، یعنی دقیقاً اون مراحلی رو که جادوی سپید انجام میده اون مراحل رو اگر ما برعکس بکنیم و اپوزیت اون رو مقابل اون رو انجام بدیم جادوی دیگه ای رو برای خودمون درست کردیم. پس با این حساب ما میتونیم تشخیص بدیم اگر جادوی سپید رو بشناسیم چگونه با جادوی سیاه مقابله بکنیم. اما خب یک از مسائلی که بسیار مهم است اینه که ما همیشه بدونیم که وصل هستیم به یک انرژی کیهانی، به یک انرژی خیلی بزرگتر، نام او رو خداوند میذاریم، قادر متعال میذاریم، پروردگار عالم میذاریم، هر چی میخواین اسمشو بذارین، انرژی کیهانی بذارین، و این قوت قلبی که شما همیشه وصل هستیم به این انرژی و اجازه نمیدید که در واقع وارد حیطه آگاهی شما بشن اینها، چون خودتون رو سپردید به خداوند عالم، خداوند جان و خرد، به اهورامزدا، به الله، به یهوه، به پدر آسمانی، به واکانتانکال از قول سرخپوستان آمریکا و از قول هر دین و آیین و مکتبی خداوند بالاخره قابل شناسایی برای ما از این نیروی عظیمی که در عالم وجود داره. بالاخره این عالم خود به خود که ساخته نشده و یک نیروی به اون قوام میده. پس ما اولین مسئله این هستش که ما اقتدامون به این قضیه باشه و مانتراهای مخصوص یا اذکار مخصوص یا ادعیه مخصوصی که در هر دین هستش از اونجا که فرکانس بسیار خوبی رو در ما فراهم میکنه ما از اونها استفاده بکنیم و بتونیم توسط اون تمرینات معنویی که در هر دین اون تمرینات معنوی پیشنهاد شده برای ما از طریق انجام دادن این تمرینات معنوی ما بتونیم خودمون رو مصون کنیم. یک مسیحی نماز میخونه، یک مسلمان نماز میخونه، حالا مسیحی دعا میکنه، مسلمان نماز میخونه، یک یهودی نماز میخونه، یک هندو اون نیایش های خاص خودش رو داره، یک سرخپوست اون رقص خودش رو داره، اون نیایش، هر کسی اون تمرینات معنوی رو که در اون آیین و فرهنگ خودش هست رو اگر جدی بگیره ما میگیم بهش تمرینات معنوی، میتونه ارتباطش رو با این انرژی کیهانی بیشتر بکنه و خودش رو مسئول بکنه در مقابل این نیروها. یا حالا اگر از دیدگاه عرفان هند بخوایم نگاه بکنیم چاکراهای خودش رو در واقع در معرض اینا قرار نده، اجازه ورود این موجودات غیر اورگانیک که از طریق چاکراها رو نده. دومین چیزی که خیلی مهم هستش اون بخشی هستش که بخش پنج نفسانیات هست که وقتی ما سراغ این پنج نفسانیات میریم یکی از راه‌های ورود این نیروها از طریق پنج، یعنی ضعف ما در پنج نفسانیات هستش. خشم و شهوت و طمع و خودپرستی و وابستگی و تمام اینها، هرس و خودخواهی از همه اینا بیشتر، تمام اینها میتونن باعث و بانی این بشن که چاکراهای ما یا در واقع اون چرخه های انرژی که در بدن ما هستن ضعیف بشن، اون لاک خودشون رو باز کنن، اون ایمیونیتی خودشون رو باز کنن و اون قفل باز بشه و باعث ورود یه سری از موجودات غیر ارگانیک و اثر کردن یه سری از تالیسمان ها یا تلسم ها در ما بشه. یکی از چیزهایی که خیلی میتونیم بگیم که سوء استفاده میکنن از اونها جادوگرها این هستش که ماها به مواد سکرآور و مواد مخدر معتاد باشیم. یکی از راهای بسیار جالب ورود اینها وابستگی های ما هستش به مواد مختلف سکرآور. امروز ما میبینیم متاسفانه جوانها خیلی سراغ اینجور مواد میرن، نه فقط مختص ایران هم نیست، در همه جای دنیا این شده و در خیلی از جاها میبینیم خیلی از انواع مواد مخدر آزاد شده و این مواد مخدر متاسفانه مجوز قانونی گرفتن و شاید یک واقعا یک اندیشه شیطانی پشت این قضیه باشه که ورود این نیروهای منفی رو در زندگی افراد زیاد میکنه و خب ما باید از اینا دوری بکنیم.
بچه 18 ساله، بچه 19 ساله هر از گاهی برای مشاوره زنگ میزنن و میبینن مثلا این آدم 5 سال مصرف مثلا یک ماده مخدر رو داره و خیلی هم براش ساده و راحت، حتی با پدرش مثلا این کار رو انجام میده. و بعد وقتی برای من گزارش میکنه که مثلا من این کابوسا رو دارم، این چیزا رو میبینم، خب میگم عزیزم تو با مصرف کردن این مواد، حالا گل چیزی که دیگه بیشتر قارچ های مخصوصی ها چیزی که در لایو دیگه من صحبت کردم، شما خودت رو قشنگ در معرض ورود موجودات غیر ارگانیک قرار میدی. موجودات غیر ارگانیک از لذتی که ما توی بدنمون میبریم لذت میبرند. یعنی کسی که همیشه گفتم، کسی که شکم باره است، کسی که مرد باره است، خانومایی که دور از جون مرد بارن، مردایی که زن باره هستن، کسانی که به این صورت به سراغ این مسائل منفی میرن و فکر میکنن که خیلی مثلا دارن کار درستی انجام میدن، خبر ندارن که آروم آروم دارن خودشون رو در معرض ورود این نیروهای منفی قرار میدن. دیگه در همه جای دنیا این قضیه نفی شده و همه میدونیم دیگه این مصرف این چیزها بد هستش. و اگر واقعا کسی در یک خانواده یا در یک جایگاهی فکر بکنه با این کار داره خیلی کار باحالی انجام میده و خیلی عشقیه و کسی هم که داره نفیش میکنه خیلی آدم عقب افتاده ای هستش، پس بدون که شما اون آدم چیز خوبی و زیادی در مورد مسائل در واقع موجودات غیر ارگانیک و جادو نداره. پس یک جادوگر، کسی که جادوی سیاه میکنه و یا حالا اون موجودات غیر ارگانیک که بعضی موقع توسط جادوگرها هدایت میشن به زندگی ما، یعنی اونها چون قراردادی رو میبندن، اصلا جادو و جادوی سیاه یعنی قرار بستن با نیروهای اهریمنی. وقتی با نیروهای اهریمنی قرارداد بسته میشه، حالا ما اسمشو میگیم موکل دیگه، اینجا موکلینی دارن یا متفقینی دارند منفی که این متفقین منفی رو هدایت میکنن به داخل اون قربانیان، خونه اون قربانیان. و اون قربانیان چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که این ضعف‌های اخلاقی رو دارن و این سوء استفاده‌های مواد مخدر و انواع و اقسام کارها رو دارن و مشکلات عرفی و اخلاقی رو که بعضی متاسفانه خیلی راحت الان دیگه دارن این کار انجام میدن. خب دیدن یه سری از تصاویر، شنیدن یک سری از آهنگ‌ها، ما همه اینا رو می‌دونیم، همه اینا رو می‌دونیم که اینها میتونن باعث و بانی این بشن که ما چاکراهامون لق بشه، چاکراهامون باز بشه، شل بشه، قفلش باز بشه و باعث ورود این موجودات در زندگی ما بشن و زندگی ما رو به هم بریزن. اما اون چیزی رو که من به شخص خودم اطلاع دارم این هستش که این روزها در خیلی از این سایت‌های اینترنتی و در خیلی از برنامه‌هایی که در واقع حالا رسانه ها در اینترنت هستش، از تمام رسانه ها، چه رسانه های داخلی چه رسانه های خارجی که بچه ها با فیلتر شکن بیرن، کسانی هستن که دارن به اصطلاح جادو درس میدن و اصول و مبانی جادو رو مثلا دارن خیلی راحت در اختیار شما قرار میدن. تمام اینها دوستان عزیز من به شما بگم، اینها همه محصلین یک سری از جادوگرهای شیطانی هستن و موظف هستن که زندگی بعضیا رو به هم بزنن و به عنوان مشق خودشون به اون استادی که حالا اون قرارداد بزرگتره رو بسته با اون نیروهای منفیتر، به استاد خودشون این عهد رو بستن که اگه قرار شاگرد خوبی باشن در سال مثلا 2 طلاق درست کنن، 2 مرگ درست کنن، 3 مریضی درست کنن و این کارا رو انجام بدن. شما وقتی میرین سراغ این کانال ها و یاد میگیرین که مثلا الان من میخوام مثلا این ورد رو به شما یاد بدم بنویسید، داره بهتون یاد میده. همون جایی که شما این ورد رو توی خونه میان مینویسین، چون میدونین که بچه ها تلسم ها، یانتراها، تمام این یانتراهایی که ما میکشیم یا این تلسم هایی که میکشیم شکل ها جذب میکنن انرژی ها رو. برای چی ما مثلا میایم تو مساجدمون شمسه میذاریم؟ چون شمسه خوبه، انرژی خوب رو جذب میکنه، شمسه های زیبا میذاریم. چرا هندی ها میان یانترا درست میکنن؟ که حالا من یه مقاله خیلی مفصلی رو نوشتم و این مقاله مفصلی رو که من نوشتم در دانش یوگا انشالله چاپ میشه در مورد یانتراها، که چگونه یانتراها که مثل تلسمایی هستن که اینا توی خونه آویزون میکنیم و اینا باعث میشن که اون انرژی منفی گرفته بشه و انرژی مثبت وارد خونه بشه. شکلها بچه ها مثل درگاه میشن و میمکن انرژی ها رو. بعضی شکلها انرژی های منفی رو به درون خودشون میمکن و بعضی از شکلها و بعضی از سازه های عرفانی انرژی های مثبت رو به درون میکشن و انرژی های منفی رو پاس میکنن. تو سرخپوستا دیدیم که ما دریم کچر داریم. دریم کچر یعنی حالا رویاهای بد رو میگیره. دیدیم سرخپوستا دارن که الان فروش میده که ازش پر آویزون و مثلا تار عنکبوت خیلی زیباست. ما توی در واقع خودمون هم اگه دیده باشین یه سری چیزایی داریم با نخود اینا رو درست میکنیم و شرشره میبندیم. اونها هم حالت دریم کچر داره. شرشرهایی هستش که در ایران باستان بوده، از اونها استفاده میکردیم. و اگه دیده باشین ماندلاهایی رو ما داریم که حالا مثلا زوزنقه یا چارگوش درست میشن و ما اونها رو با بند میبافیم و از اونها نخود آویزون میکنیم یا سیر ازشون
آویزون میکنیم و اینها مثل پشه کش که شما مثلا تو دستشویتون یا یه جای پشه کش میذارین پشه میاد پخ پخ صدای ترکیدنش میاد، در واقع این یانتراها رو وقتی شما توی خونتون آویزون میکنین همینجوری این موجودات منفی رو میگیره و اینها رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. یعنی در واقع اون پشه کش اینا جن کشن یا حالا انرژی منفی کش هستن. خب اینها بعضی از دوستان نمیدونن وقتی میرن تو این کانال ها و چیزای جادویی رو نگاه میکنن، مثلا حالا من اسم نمیخوام بیارم، این جادوگران عزیزی که به این راحتی کانال میزنن و صحبت میکنن، دوستان عزیز حالا امروز میخوام بهتون یاد بدم چگونه مثلا نمیدونم فلان موجود رو بیارین، همزاد خودتون رو بیارین، عما رو بیارین، سما رو بیارین، چما رو بیارین، پما رو بیارین، اون در واقع داره چیکار انجام میده؟ اون داره شما رو وادار میکنه به اینکه شما برین حالا مثلا با اون زعفرون نمیدونم با اون گلاب قاطی بکنه، دقیقاً داره بهت نخ میده که تو وقتی این کارو انجام بدی همون جایی که این تلس رو انجام بده اون انرژی منفی اومده و شما رو گرفته و شما رو تسخیرتون میکنه. پس به بچه‌هاتون اجازه ندین که بچه‌هاتون برن این تلسما رو یاد بگیرن و ندونسته بیان این کارا رو انجام بدن و بکشنشون. ما خودمون چیزای مذهبی توی خونمون داریم، حالا یک آیه گاهی اوقات روی دیوار بذاریم مبارک است، اسم خوبی به حس خوبی بهمون میده، تمثال کسانی رو که بهشون اعتقاد داریم میذاریم که برامون مثبت هستن، از گل استفاده میکنیم، چیزهای خوب توی خونمون میذاریم، ولی یه دفعه میبینین یه چیزهایی سازه هایی رو به بچه های شما یاد میدن که با کشیدن اون سازه های اتفاق میفته. خانمای عزیز، آقایون عزیز، خالکوبی ها یادتون باشه این صحبت که من دارم بهتون میکنم بسیار بسیار جدی است. من با یکی از دوستانی که خالکوبی میکردم صحبت که میکردم، حالا تو همین صحبتایی که بعضی موقع توی دایرکت میشه و اینا، حالا ایشون خالکوبی، بهشون میگفتم که اکثر خالکوبی ها رو توی خانوما کجا انجام میدی؟ شرمم میاد بگم بهتون که این خالکوبی ها در چه مکانهایی انجام میشه و چه شکلایی معمولا اون کسی که داره خالکوبی میکنه پیشنهاد میکنه به عمد، و وقتی این اشکال در اون قسمتهای بدن تتو میشه و شما نمیدونید، وقتی شما مثلا یک بندی رو دور کمر خودتون خالکوبی میکنید و مثلا در ابتدای اون بند دقیقا در سومر باستان توی مثلا یک فرقه خیلی خاصی یا توی حالا فرقه‌های دیگه که حالا ما داریم توی آمریکای جنوبی که اینها حالا ایشالا در موردشون باید خوب بعدا صحبت بشه، اینجا وقت نمیشه، میبینیم که دقیقا یک انرژی خاصی رو و یک سری موجودات خاصی رو جذب میکنه. اون خانم میره دور کمرش اون بند رو نصب میکنه، حالا این که خودش رو چجوری در اختیار اون شخص قرار میده، اون شخص با به قول معروف حالا سعه صدرش چیشه میشینه قشنگ خالکوبی هم میکنه خودش رو در اختیار قرار میده، اون کارش نداریم، ولی بعد که اون شکل پایان پیدا میکنه اون شکل باعث میشه که اون آدم نیمفومانیک میشه مرد باره و میفته به یک مسیر بدی و دیگه نمیتونه کنترل بکنه، چون دهن باز میکنه اون شکل، اون شکل میمکه میکشه داخل. هر چیز رو خالکوبی نکنین دوستان. این حالا چیزایی که من میبینم که فرو میکنن تو نافشون نمیدونم تو حالا دیگه هزار تا جای دیگه، اینها اکثرشون دوستان عزیز درست نیستن، این کارا همشون شیطانی هستن و شما رو سوق میدن به سمت اینکه به سمت نیروهای منفی بریم. حالا من کار ندارم از قضیه عرفش که اگر یک نفری شما قراره مثلا حالا یک زندگی رو هم تشکیل بدین، این کار مثلا در دوران مجردیت هم میکنی، اگر یه نفری اهل یه ذره نگاه یعنی چیز باشه، اگر این صحنه رو ببینه اصلا دیگه به خودش فکر نمیکنه که بخواد ادامه بده رابطه‌اش با شما، چه مرد چه زن، همچنین مردها، فقط بحث من بحث زنها نیست، خانوما نیست، چون در خانوما این قضیه خیلی الان بیشتر شده دارم صحبتش میکنم، در آقایون بدونین که اولا که خالکوبی اصلا چیز خوبی نیست به نظر من. نظر شخصی من اگه بخوام، و در خیلی از فرقا خالکوبی مال لات ها بوده، همیشه خالکوبی مال کسایی بوده که تو زندان بودن، مال آدمایی بوده که لات بودن. الان میبینیم این خالکوبی رو اومدن چقدر برای خودش شده یک چیز. حالا مثلا یه خانم میاد ابروهاشو خالکوبی میکنه، دور چشمشو خالکوبی میکنه، اینا عیبی نداره بعضی چیزا در این حد، ولی دیگه یه نفری میاد آقا کل بدن رو، این دیگه این همین خالکوبی، این اشکال، شما وقتی یک چیزی رو به گردنتون میندازین بعد بدونی که این چیزی که به گردنتون میندازین این چه انرژی داره، این سازه چند تا ضلع داره، اون چیزی که اینا رو تشکیل داده بقیه این سازه چیه، این چه انرژی رو جذب میکنه درون من. من برای هر چیزی که استفاده میکنم باید دلیلش رو بدونم چی هستش، چشم بسته این کارو انجام ندم. و اینها باید مراقب باشین دوستان، اینا حرفای آدم نمیدونم خشک مذهبه، نمیدونم متعصب نیست، شاید اونا هم این حرفا رو به شما بزنن، خب اصل ماجرا درسته، این کار رو نکنید، ازتون خواهش میکنم، و اگر این کار رو انجام بدین بدونین که در معرض قرار میگیرین، و وقتی در معرض قرار بگیرین دیگه خیلی سخت میشه، تنها راهش اینه که اون یانترا پاک بشه، اون وسیله، اون
چیزی رو که کشیدی دور کمرت زدی در انتهای ستون فقراتتون با افتخار بزرگ و گنده زدین و همه جا رو عکسشو میندازین، این کار کار درستی نیست و نباید این کارو بکنید. اگر این کارو کردین، مال بعضی این کارو کردن، سعی میکنن که یه جوری از شرش خلاص بشن، آروم آروم با یک سیستمی که حالا هستش پاکش کنن، یا همون پیرسینگ پرسینگ چیه اون کارم که انجام میدن، اونم کار درستی نیستش به هیچ وجه، مگر اینکه بعضی از اینها یه حالت آینی دارن، حالا مثلا گوشواره مشکل نداره تو دماغ آدم بذاره، یه سری چیزایی که حالا هست، ولی یه سری جاهایی هستش که اصلا این جاها چاکراهایی وجود داره که اصلا نباید شما این کارو انجام بدین، توی ناف بزنن یا مثلا حالا سر سینه‌های خودشون میزنن و دیگه رو گفتن نداره. بسیار اینها شیطانی هستن و بسیار باعث میشن که جذب بشه و اصلا انرژی شما گرفته میشه و شما تسخیر میشید، چه مرد و چه زن. پس دوستان، این اولین چیزی بود که من خواستم بهتون بگم، یک در واقع میشه گفتش که یک در واقع نقشه شیطانی است که کشیده شده در جهان و یک سرم این قضیه تبلیغ میشه. بدونید که یه چیزی پشت این قضیه است، مثل آزاد کردن همون مواد مخدر در بعضی از کشورها و لوس کردن این ماجرا و لوس کردن خیلی از چیزهای دیگه که حالا اینجا جاش نیست من بخوام بگم که در اتفاق افتاده. ما بشر هستیم، ما و برای خودمون حرمت قائل بشیم، بدن ما حرمت داره، ما نباید به بدنمون هر کاری بکنیم. حالا یه موقع از شما مثلا یه دونه مثلا افکت مثلا میری تو کامپیوتر میذاری رو دستت، امی نداره، یا یه دونه از این چیزایی که حالا مثلا موقتی هستن، البته بدونی که اون چیزی که موقتی هستش چیز بدی نیستش، حالا مثلا رو دستت میزنی، مثلا حنا تو کف دستت میذاری، اونا فرق داره، چیز سنتی خوشگله، اونا قشنگه. حنا بکنی دستت رو، یا مثلا برای مدتی خوب، حنا میدونیم خیلی چیز خوبی هم هست برای خالکوبی، چیز بدی نیستش و خیلی برای پوست مغذی هستش و انرژی مثبتی داره حنا، که با خالکوبی خوشگلی رو که بلوچای ما میکنن، سیستانی ها میکنن، تو همین خراسان خودمون ما داریم، همه جای ایران داریم، اینا که سنتی هستن، اون گل ماندالاست، همه مشخصه که داره چیزای خوشگل رو جذب میکنه به درونتون، چیزای قشنگو میاره. این چه کاریه شما انجام میدین؟ تو نافتو میری سوراخ میکنی، زارپ، میدونی اون چاکرا مانیپوره، مانیپوراکاست، شما چاکرای مانیپوراکاتو نمیدونی داری با چه چیزی سوراخ میکنی و چه اتفاقی میفته، در رویا بینی تاثیر میذاره، در روابطت با افراد تاثیر میذاره، تمام اینا مؤثر هستن. خب من دیگه نمیخوام وارد این قضیه بشم، اما یکی از دلایل، یکی از داستانها همین است، غیر از مواد مخدر یکی از داستانها دیگه هم همینه که باید بهش رسیدگی بکنیم. و گفتم بهتون آهنگهای دیگری که وجود داره و خیلی آهنگای بد، مثلا آهنگای ترش، آهنگایی که شلوغ هستن، آهنگای شیطانی با صداهای کلوف خونده میشن. من موزیسین هستم، من راکم میزنم، هارد راکم میزنم، بلوزم میزنم، قرشی هم میخونم، همه این کارا رو میکنم، ولی سعی میکنم توش لطافت باشه. صحبتای زشت، حرفای زشت، اینا همه شیطانی هستن. شاید این حرفایی رو که من میزنم، استاد فلانم که حالا اصلا فرقش با ما فرق داره و ذهنش هم با ما فرق داره و شما شاید ازش بدشم بدتون هم بیاد، بگه، ولی حرف خوب رو هر کی میزنه گوش کنین، فرقی نمیکنه. خب اینا خیلی مهم هستن که باید گوش کنین. اما دوستان عزیز، وقتی یک نفری میاد یک جادوی در واقع خاصی رو انجام میده، یه سری اسباب و لوازم و شرایطی رو میاد فراهم میکنه و اون جادو رو برای شما فراهم میکنه. به صورت کلی ما اگر بخوام جادو رو مورد بررسی قرار بدیم، چگونه نفوذ حالا منفی بکنیم به کسی یا چگونه نفوذ مثبت به زندگی خودمون بکنیم، به صورت کلی ما از 4 عنصر باید استفاده کنیم. یک جادوگر، حالا چه جادوی سیاه چه جادوی سپید، میاد از 4 عنصر استفاده میکنه. 4 عنصر که میدونید دیگه، حالا به ترتیب خاک و حالا آب و باد و خاک و آتش هستن و یک اتر هم هستش که حالا ما داریم اون رو. ما وقتی میام در مورد این عناصر صحبت میکنیم، میدونیم که هر جهت و هر عنصر در هر جای دنیا که شما بگید، سرخپوستا، سومریا، نمیدونم حالا نوع جادویی که در اسکاتلند و انگلستان هستش که این روزها خیلی مد شده، پاگانیستا که اومدن جدیدن، و حتی ایران باستان خودمون، میبینیم که این 4 عنصر یا آخشیج ما بهشون میگیم در پهلوی، 4 آخشیج بسیار مهم هستن و نیرویی رو که از این 4 آخشیج میگیرن باعث میشه که بتونن نفوذ بکنن. حالا این 4 آخشیج بعضی موقع الهگان و موجودات خوب و نیروهای خوبی پشت اینها میتونن باشن و اون جادوگر میتونه اینها رو دعوت بکنه به اون دایره سیرکل یا ماجیک سیرکل یا دایره جادویی یا گردکان در واقع یاتوکی، یاتوک یعنی جادو به زبان پهلوی، یاتوکی، گردکان یاتوکی، داخل گردکان یاتوکی وقتی میخوان اون دایره جادویی رو خودشون رو تشکیل بدن که یک دایره‌ای هستش که به صورت نامرئی انرژی رو دعوت میکنن و درون اون
اون دایره می نشینن و کسی رو طلسم می کنن یا برای کسی آرزوی خوشبختی می کنن یا اتفاق می افته، اینها اول با چهار عنصر کار می کنن همشون بدون استثنا. می دونن که مثلا در شمال خاک قرار داره و عنصر خاک رو دارن. حالا چه الهگانی برای عنصر خاک هستن، اونایی که الان مثبت میان، اونایی که منفی میان، باز داستانشون فرق داره. در جادو سیاه یک مدل هستن، در جادو سپید یک مدل هستن. و اگر شما تطبیق بدین جادوی سیاه مثلا هند رو که در کرلا و بنگال بسیار زیاده، که خب حالا من متونش رو خیلی خوندم به زبان خودشون، من زبان در ضمن گورومکی هم تا به کسی نگفته بودم این قضیه رو، زبان گورومکی زبانی هستش که مال سیکای هند هستش، که من این زبان رو هم میخونم و هم گوربانی رو که مال سیکای هند هستش رو کامل الان میتونم بخونم و درس بدم و این متون جادوییشون هم دسترسی دارم بهشون، میدونم که به چه صورت هستش و یاجورودها هم که میخونم، یاجورودها که مال هند هستش و جزء ریگودها هستش، اونا رو میخونم و همچنین هم به زبان در واقع آستک ها و تولتک ها هم خب تا حدودی وارد هستم و لاکوتا میدونم، همه چیز دنبال چیزای خاص اینا هستم و اینها رو میخونم و وقتی از نزدیک میخونم میبینم که همه اینها از این چهار عنصر استفاده میکنن. در ابتدا زمانی که میخوان این دایره را تشکیل بدن، چگونه بچرخید، از کدوم جهت بچرخید، چگونه این الهگان این چهارتا رو، شمال خاک هستش، شرق آب هستش، غرب آب هستش، جنوب آتش هستش و شرق هوا هستش یا باد هستش، چگونه از هر کدوم از اینها اینا رو سامان میکنن یا فرا میخونن یا به داخل میخونن اینها رو، اینها رو همه رو نوشته شده، کامل وجود داره، مراسمشون تمام اینا هست، از تمام سبک‌های مختلفی که حالا یه نفر یه سبکی رو انتخاب می‌کنه، حتی در سبک ایرانی خودمون، حتی در این نوعی که الان حالا گفتم سومریه و جادوگری که الان رمالایی که اصلا می‌خوان سومری کار بکنن یه جورایی تو این ماجرا هستن، اینا هم یه جورایی از همین عناصر استفاده می‌کنن. و بعد از اون یک سری از لوازم خاص اینا دارن که این لوازم خاص رو در واقع میشه گفتش که شاید به نیابت از همین الهگان و به نیابت این عناصری که توی طبیعت اصلا استفاده میکنن، اون لوازم خاصشون رو، اولین وسیله که ازش استفاده میکنن و باید توی اون میز جادوشون باشه یا توی اون دایره جادویشون باشه برای که بتونن روی شما کار بکنن، حالا چه خوب باشه یا چه بد باشه، اولین اونها وند هستش. وند بچه چیه؟ اگه دقت بکنین کلمه ایست اوستایی، وند. ما الان در موبدان در واقع زرتشتی خودمون، در همین تهران خودمون داریم که هنوز وند دستشون میگیرن و چوب دست کوچکی هستش که اگر دیده باشه فیلم سیندرلا رو، بیبیدی بابیدی بیبیدی بو میزنه، تبدیل میشه اون ونده که دست جادوگران، یه چوبی هستش که سر این وندم یه دونه سنگ خیلی خاصی وجود داره. و در این حال میتونیم بگیم که این وند نوع ساختنش خودش خیلی مهمه، اولا که از چه چوبی باشه، هر چوبی که برای این وند استفاده میشه، این آریایی بوده، مال ما بوده، مال هندو ایرانی بوده، کاملا در یک در واقع میشه گفتش که فرهنگ هندو ایرانی این قضیه شکل میگیره، بعدم به آریایی ها میرسه و بعد پخش میشه. میگم هنوز ما زرتشتی های ما به اسم وند استفاده میکنن ازش. ما میبینیم الان شما اگه بزنین وند هستش که تو اینا که لوازم جادوگری دارن فروش میره، که همش قلابیه، همه رو هیچ کدومش رو تو مغازه ها میذارن، حالا پلاستیکیش هم درست کردن و علکی هم قلابی درست کردن، این از جنس فلانه، باید خودت بتونی این رو درست بکنی. وندی که کسی بخواد بره بخره از بیرون، جادوگر رو معتقد هستن. من فقط بچه به عنوان یک محقق دارم برای شما صحبت میکنم، نه شما رو به سمت چیزی سوقتون میدم، نه به شما میخوام چیزی رو بگم که خودتون میدونین، دارم میگم آقا این اتفاق داره میفته، چیزی که هستش که تو همه کتابا میتونین بخونین و وجود داره. در ایران خودمونم چاپ شده این کتاب‌ها و همه جا هم شما میتونید دسترسی پیدا کنید. دارم براتون تعریف میکنم و بدونین که کسی که میخواد وند، حالا اگه میری نمیدونم میزنی تو اینترنت مثلا وند فروشی مثلا فلانجا، دروغه، نباید بخری اونو. وند رو باید خودت درست بکنی، باید خودت یاد بگیری اون چوب چی باشه. هیچ جای دنیا وند رو نمیرن آماده بخرن بردارن بیارنش. اون سنگی که سر اون وند میذاره مهمه، تو میخوای چه اسپلی رو انجام بدی، چه تلسمی رو انجام بدی، اون جادوگرا این رو براشون خیلی مهم هستش و این کار رو انجام میدن و اون وند رو دارن. اول پس ونده که خب چون چوب هست، من فکر میکنم با همون عنصر چوب هم در ارتباط هستش و اون سنگ هم که روش هستش باز با معدنیات، تمام عناصر تو اینا هستن دیگه. ما ببینید چهار عنصر تو همه چی هستن، تو چوب آبم هست، تو چوب خاکم هست، تو چوب بادم هست، ولی مثلا اون عنصر مثلا خاص خودش حالا بیشتره. بعد نمک هستش. نمک دریا خصوصا دوستان عزیز که الان نماد خاک میتونه باشه، گفتیم تو همین نمکه هم آب هستش در واقع
ولی خب خیلی میزانش کمه دیگه، اینقدر کمه که نمیشه از نظر جادوگر رو دارم میگم، من علمی صحبت نمی کنم، سوتو به قول حالا خیلی سود ساینسی، هم تو نمک باد هست، هم آتش هست، هم هوا هست، ولی مثلا معدنیاتش بیشتره، خاکش بیشتره، برای همین میشه جزء خاک. وگرنه این چهار عنصر در کنار هم هستن که معنا دارن، یکیشون نباشه اون دیگه از بین میرن. این چهار تا با هم دیگه هستن، آخشیچ، ما در آریایی هم داریم چهار تا آخشیچ. سپس بعد از این ماجرا ما میام نمک رو میذاریم، که نمک رو خصوصا حالا بعدی که اون جام، چیز بعدی جام هستش، که اون جامی رو که میذارن جامی باشه که از مس باشه، جامی باشه که از حالا سفال باشه برای یه کاریه، جامی که حالا از نقره باشه برای یه کاریه، و جامهای مختلف که این نماد در واقع حالا اون آبی هم که توش میریزن، اون نمک و این آب هستن که با هم دیگه یک پاکیزگی رو ایجاد میکنن، که در ایران باستان ما اینو داشتیم، در وندیداتهای ایران باستان اگه بخونین همین خاصیت در واقع گنزدایی آب و نمک رو هم دید، و در این حال این که میدونیم آب دارای حافظه هستش، اینه که داخل این جام شما چه مانترایی را بگویید بسیار مهم است، چون داخل این آب اون مانترایی که میگین ضبط میشه. وقتی شما داخل آب نمک یه مانترایی میگین، اون مانترا داخل آب نمک حافظه داره، شما توی آب فوش بدید، بعد بزنید زیر میکروسکوپ ببینید چه شکلی میشه، حرف بد بزنید، توی اون آب حرف خوب بزنید، چقدر وجود شما از آب تشکیل شده. من اگه یه حرف بد به شما بزنم کل کریستالاتو میریزه به هم، بیان به هم حرف خوب بزنیم. وقتی یکی جادو میکنه میاد روی آب، رو عناصر بدن شما کار میکنه، به عناصر بدن شما اول نفوذ میکنه، اول ضعف بیماری شما رو زیاد میکنه، اول کار میکنه که بدن شما داغون بشه، وقتی بدن داغون شد پاش پاش شد بلده چجوری عناصرتون رو بره جلو، میدونه چجوری هر کدوم رو به چه اندازه‌ای بذاره و کار بکنه. خب این نمک رو توی آب می‌ریزن، و بعد یه سری از اسکار که هر کدوم از اونها داستان داره، یعنی به اینش علکی نیستش که باشه، باید بدونی که چه اسکاری بگی. حالا اگر شما داری سیستم مثلا اسکاتلندی کار می‌کنی، اگر داری سیستم انگلیسی کار می‌کنی، اگر داری سیستم سومری کار می‌کنی، سرخپوستی کار می‌کنی، یا جورودا و ساماودا کار می‌کنی، یا گرومکی کار می‌کنی، کدوم سیستم رو داری کار می‌کنی، چه اسکاری بگی و چگونه فکر کنی و چگونه هدایت کنی، این آب تو حافظه نگه می‌داره، و اون آب هستش که می‌تونی بعد از اون که می‌خوای دایره رو تشکیل بدی، با پاشیدن اون آب به دور دایره که جهت چرخیدنش مهمه، که چگونه اول بچرخی دایره رو، اول باز کنی، اول دایره رو ببندی، بعد آخر که مراسم تموم میشه اینا دایره رو باز می‌کنن، بلدن چجوری باز کنن دایره رو وقتی تلسکوپ بستن. و بعد حالا بحث جام و آب که گفتم، ون رام که بهتون گفتم، یه بحث دیگه که هستش چاقو، یک خنجر. در تمام این جادوگره بچه‌ها یه خنجر دارن، چه جادوی سفید چه جادوی سیاه. حالا این خنجر رو بعضی موقع اینا به کمرشون میبندن، آویزونه از کمرشون، گاهی اوقات ما میبینیم که به صورت واجرا، من از تبت که اومدم، از کاتماندو که اومدم، برای خودم واجرا آوردم، مثلا شما تو اینترنت هم بزنین دکوری از فروخته میشه، ولی دقیقا همون کار اون خنجر رو انجام میدون، واجرا باز در تبت، تو تبت هم میبینیم باز همون آب هست، همون نمک هست، همون وند هست، و همون خنجر هم هست، ولی اونجا به صورت واجراست که نکتیزه، در جای دیگه میبینیم دقیقاً خنجر هستش. و حالا این خنجر میتونه نماد باد باشه، خودش از جنس فلز هستش، باز میتونه با عنصر فلز در ارتباط باشه. این عقاید مختلفی در مورد این مسئله است، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیتونیم دقیقاً بگیم، که هر کدوم هر سیستمی یه جور صحبت میکنه در موردش. سیستم مثلا پاگانیسم باد میدونه، سیستمای دیگه چیزای دیگه میدونه. اما بعد از اون یک چیز دیگه که داخل این میز در واقع جادو اینا قرار داره، کریستال هستش. کریستالی هستش که حالا ما دیگه تو فیلم رابین هود دیدیم دیگه، اون کلیه اون کریستال رو میذاشت تو کارتون رابین هود، همیشه دیدیم که تو اون نگاه میکرد. و حالا این کریستال هم برای خودش داستان داره که چگونه داخل کریستال رو شما ببینین، چه مرحله‌ای داره، که قبلش چه تمرینای خاصی رو باید اون شخص انجام بده، و در واقع باید برای دیدن در اون کریستال یا آینه سیاه یا سنگ سیاهی که صیقلی هستش که میذارن توی ست خودشون، تمام جادوگرا در همه جای دنیا هر کدوم به سیستم خاص خودشون، شما باید قبل از اون یک اینیشیشن یا یک تشرف بگیرید. یعنی همینجور شما نمیتونید بیان خودتون این کار انجام بدین، خطرناکه، میگیرنتون، دام میفتین. خودتون نرین یه دفعه یه دونه گوی شیشه‌ای بیارین، جام چیزی بیارین، کریستال بیارین، بشینین بگین این کارو بکنم. نه، اینا داستان داره، اینا برای خودش مسئله داره که اول از همه چگونه، چه مدیتیشن های مخصوصی داره. حالا تو یاجورودا سبک خودش رو داره که دقیقا مثل همون لینگام میمونه، بعضی موقع اونا رو لینگام های خاصی انجام میدن، باز میبینیم جایگزینه. یا توی سرخپوستا ما میبینیم اون ظرفی رو سیاه میکردن، آب میریختن توش،
و توی اون نگاه میکنن، یا تو سنگ سیاه نگاه میکنن، یا آینه سیاه نگاه میکنن که بهشون چاک مول ها میگیم. همون کار میکنن تو ایران باستان، همین کار میکنن تو سیبری بری، همین کار میکنن اسکیمو، همه جا همین کار دارن انجام میدن. پس یه چیزی هست داستان، یه چیزی هست، یه حقیقت واحدی هست که همه دارن نتیجه میگیرن. در واقع ببینید بچه ها، اکالت یه تکنولوژیه، یه تکنولوژیه. زمانهای قدیم وقتی داشتن کار اکالت انجام یا همین جادو رو انجام میدادن، به عنوان یک تکنولوژی ازش استفاده میکردن. اون موقع الان ببینید، الان یه اکالته، الان همین تصویری که من دارم با شما صحبت میکنم یه اکالته، یه جادوست. من دارم با شما حرف میزنم، اون قدیم اگه میخواستیم دو نفر با هم یه حرف بزنیم، بعد میشستیم مدیتیشن میکردیم، تلپاتی میکردیم، یاد میدارن تیور طریق، تیور الان تیور عرض دیگه به چه دردی میخوره تیور عرض کنم من؟ یه شاسی میزنم الان همه تون اینجا هستین، فردم کلی آدم منو میبینن، تا 10 سال دیگه میشالله تصاویر هستن، همه میبینیم هم دیگه رو پیدا میکنم دیگه. اون دوران گذشت دیگه که ما بخوایم به در، ولی هنوز این اینم یه کالت. الان اگه همین اکالت نبود، همین فکرها تو جادو اتفاق نمیافتاد که ما چجوری میتونیم با یکی ارتباط بگیریم. همین فکرها جادویی باعث شده اتفاقا همین موبایل درست بشه، همین ریسیور درست بشه، همین ماهواره درست بشه. اینا همش شروعش از همون اکالته، از همون جادوست. و هنوز هم چیزایی که ما داریم انجام میدیم، در واقع الان خواستهایی که داریم انجام میدیم، اینم یه تکنولوژیه. و هنوز هم به عنوان تکنولوژی میشه از اکالت استفاده کرد، چه بسا که خیلی دارن استفاده میکنن از این قضیه. بعد از اون بحث یانتراس، یا اون شکلیه که میذارن، حالا اونا که پاگانیست هستن یه پنتاکل میذارن دیگه، اون شیش زلی میذارن یا پنج زلی میذارن، اگر حالا منفی باشن ستاره ای رو میذارن که اون در واقع نماد حالا اون بخش جنیتال مرد هستش، که یه ستاره به سمت پایینی که اون شیطانی میشه، اگر همونو برش گردونن اون جنیتال بره بالا بشه سر، اون مثل یه انسانیه که دست و پاهاشو باز کرده و واسطه. اگه چپه بشه شیطانیه، اگه راسته بشه کله بالا باشه، اگه اینجوری باشه مثل داوینچی، اون میشه در واقع یه پنتاکل درست که میتونیم بذاریم. اون رو تو هند اون رو یانترا میذارن، سرخپوسا اون رو دریم کچر میذارن، یا رو سفال کاری خاصی میکنن میذارن. در تبت ما یانترای مخصوص داریم که من اکثر اونها رو میشناسم بهشون و باشون آشنایی دارم و میدونم که اینا چجوری تهیه میشن و خودش یک فصل هنریه، یعنی به درد کسایی که کار هنری هم میکنن و کارهای در واقع دکوراسیون انجام میدن خیلی میخوره. و خودم هم در همین زایچه اختری که انجام میدم، به گونه ای نوعی از یانترا رو برای بچه‌ها تو زایچه اختری فراهم میکنم، بهشون میدم که خود اون براشون خیلی خوب هستش، اون یانترایی که تو زایچه اختری کشیده میشه. اون یانترا رو، اون رو هم توی میزشون میذارن، اون رو هم توی دایره شون میذارن. و اون یانترا خیلی مهم هستش که بعد حالا اون پیشکشی رو روی اون یانترا میذارن، اون جام رو روی اون یانترا میذارن، آب نمک رو. اون یانترا خودش انرژی میگیره و وارد در مرکز دایره جادویشون میذارن و میتونه اینا رو جمع بکنه و بکشه به سمت خودشون. اما خب چیز دیگه ای که از آتشه دیگه، حالا بعضیا کندل یا شمع میذارن، که خود رنگ شمع خیلی مهم هستش و در کنار شمع و آتشی که اونجا استفاده میشه، ما میتونیم در واقع عود، از انواع عودها و گیاهانی استفاده بکنیم و اینا رو بسوزونیم. ما خودمون در ایران باستان هنوز استفاده میکنیم اسفند، سپند یا اسفند، اصلا اون سپندار مزد میاد دیگه که پاک میکنه، پاکی فزاینده. از اون اسفند استفاده میکنیم که خاصیت جادویی داره. حالا بعضی از مریم بولی استفاده میکنن و خب کسایی که شیطانی هم هستن دیگه میدونین که دیگه از چیزای سکرآور و از دود اونا استفاده میکنن، دقیقاً نقطه مقابل این قضیه هستش. ما از عود استفاده میکنیم و صندل استفاده میکنیم و چیزهای دیگه که در ایران باستان هم بوده، که این هم جزو اون ست هستش که ما بخوایم یه چیز رو به سمت خودمون بکشیم، یا یه انرژی رو به سمت خودمون بکشیم، یا توی اون دایره بخوایم یک تلسمی رو برای کسی ببندیم، حالا چه خوب یا چه بد. بعد از اون خب حتما یه سری از نمادهایی، حالا در بعضی از ادیان خدایان هستن که میذارن، حالا بعضی ادیان اعتقاد دارن به الهگان، الهه مؤنث رو میذارن و الهه مذکر میذارن و این دوتا جزء رو حتما توی اون ستشون دارن. بعضی ادیان که خب در واقع اینها حالا وحدت انضمامی دارن، میدونن که انرژی در واقع اصلی خداوند یکی هستش و خالق هستی یکی هست، ولی اینها امینیشن ها یا منیفستیشن های اون هستن و به اینا میگه وحدت انضمامی، یعنی انضمام کردن، ولی میدونن یه سادا شیوایی خدای یگانی اون بالا هست، نباید اینا متهم کنیم به اینکه اینا کافرن مثلا. میدونن که اگر انتخاب کردن هندیا احترام میذارن به یه سری از الهگان، میدونن که یکیه مصدر. اینا
نمادهایی است که بهش احترام میذارن. ولی خب در اونایی که نه، سیستمای سامی که در واقع وحدت انحصاری دارن، یعنی فقط از یکی صحبت میکنن، دیگه اونجا فقط نام مقدس خدا رو میذارن. اگر کار مثبت بخوام بکنم و اگر کار منفی بخوام بکنم، متاسفانه اون نام بد اهرمنی رو وارد ست در واقع خودشون میکنن. اما اینکه چگونه داخل این دایره ما بچرخیم، چگونه این دایره رو اول از همه تشکیلش بدیم، چگونه از نیروها و الهگانی که در جای مختلف قرار دارن دعوت بکنیم و چگونه بعد وسط اون دایره باید بشینن و اون کار رو انجام بدن، میگم بسیار بسیار زیاده در متون سانسکریت، خیلی زیاده، انواع و اقسام مراسم داره. حالا یاجورودا رو حالا بچه‌ها که میخونن، حالا در حد تاریخی میخوام بررسی بکنم که ببینین چیه جالب دیگه اینا رو. مثلا میخونی یاجورودا رو کاملا توضیح داده که با زردچوبه مثلا دایره‌تو بکش، یا با نمک برای فلان کار با نمک دایره‌تو درست کن، یا سنگچینش کن، آلتر درست کن، یا شمع بذار در هر جهت، مثلا تو کدوم جهت عودو بذاری، تو کدوم جهت آبو بذاری، تو کدوم جهت، اینا همه داستان داره. تو سرخپوستا هم همین جوریه و در این حال این کارو انجام میده. اما یه مطلب دیگه ایم که من خواستم بهتون بگم این استش که ما اگر اینها رو بدونیم و مثبت اونها رو بدونیم و بشناسیم که چگونه از خودمون دفاع بکنیم، میتونیم با پاکیزه کردن خونمون که حالا راههایی داره برای خودش که چگونه ما اسماجینگ انجام بدیم، همینجور الکی نباید این کار رو بکنیم، باید بدونیم که چیه داستان، وگرنه عکس این ماجرا اتفاق میفته. میتونیم جلوگیری بکنیم در مقابل این جادوی در واقع میشه گفتش که سیاه مقابله بکنیم. و یادمون باشه که بهترین تمرین همون تمرینای معنوی خودمونه. اگر مسلمان هستید دعاتون نمازتون قطع نشه، اگر مسیحی هستین دعاتون قطع نشه، پدر آسمانی نام مقدست را گرامی میدارم و خواستار و سلطنت خداوندی تو هستم تا هر چه زودتر، حالا فبه ها بودایی هستین نام گروه به نام بودایی نام دمایی نام سامگایی نام گروه به نام هندی هستین اوم تریام بکام یا جامعه سوگان در این پشتی، هرچی هر جا که هستین شما اون کار خودتون انجام بدین و اون مانترای خودتون رو که توی مکتب خودتون هست وقتی میگین قوت قلب میگیرین، تمثیلهایی رو بذارین که توی دین خودتون قشنگن، اونا رو ببین، آهنگایی رو گوش بدین که بهتون چیز خوبی بگن. اما یه مسئله دیگه این که توی مکزیک حالا یک آقایی هستن به نام دکتر زبالتا. دکتر زبالتا خیلی کار جالبی کرد. دکتر زبالتا رو اگر کارش رو جستجو بکنید در نشریات جغرافی، ایشون یه مدت زیادی رو کار کرد در نشریات جغرافی و یک دکتری هستش که کارهای فراروانشناسی میکنه و این دکتر زبالتا اومد روی ساختن عروسک های ودو و تلسمایی که به این صورت هستن کار کرد و متوجه شدش که بله در مکزیک خصوصا، حالا دوستانی که تو مکزیک زندگی میکنن، ما ایرانیایی هم داریم، دوستانی هم داریم که در مکزیک چندین سال اونجا هستن و دوستی هم داریم که حالا من الان دارم زبان تولتک ها رو میشه گفتش که اینترمدییتشو دیگه اینترمدییتشو پاس کردم دیگه، الان من میتونم زبان تولتکا و آستکا رو به بچه‌ها درس بدم، در حد میدییت گذروندم، ان شاءالله دارم میرم جلوتر زبون رو. ایشون خب مکزیک زیاد میره و میاد و صحبت میکنه از این که خیلی از این اتفاقایی که توی وودو میفته توسط این عروسک ها انجام میشه. وودو من بهتون بگم، وودو در واقع میشه گفت که از شهر بنین در آفریقا اومده، آفریقای غربی اومده است، بنین، و بنیانگذار وودو اونجا هستش که البته این وودویی که الان جدید است وودوی مدرن هستش و یه مقداری قاطی شده با حالا مسیحیت و اینجور ماجرا، و ولی وودوی اصلی که قبلا توی آفریقا بوده میتونیم بگیم که پنهان هست هنوز و خیلی ها اون اصلا نه در معرض نمایش میذارن و نه میان در مورد این قضیه صحبت بکنن. اما توی وودو ما عروسکایی رو داریم که اون عروسک از کاری روش خونده میشه و توی همین دایره جادویی در واقع کاری انجام میشه که اون بخشی از وجود اون شخص رو یا ارتباطی با چاکراهای اون شخص میگیره، حالا به قول شمنها پیوندگاه‌های اون شخص، پیوندگاه انرژی، ارتباطی رو این وودو و این در واقع میشه گفتش که عروسک با اون شخص میگیره که وقتی شما به اون عروسک آسیب میزنین یا به اون میخ میزنین یا اونو میسوزونین، انگار اون اتفاق داره توی شخص میفته. و این قضیه اثبات شده است دوستان عزیز، هزاران هزار داکیومنتری، هزاران هزار تحقیق، هزاران هزار در واقع میشه گفتش که تحقیقات آماری در مورد این قضیه شده که میتونن اجسام اون حس ما رو بگیرن، حالت ما رو بگیرن و ما میتونیم افراد رو داخل یک نقاشی، داخل یک مجسمه، داخل یک خدمت شما عرض شود عروسک، یکی از بخش از وجودش رو بذارن و با آزار دادن اون عروسک و با لطمه زدن با اون عروسک که باز برای خودش داستان خاصی داره، اون شخص رو نابود کنن و یا بالعکس از این عروسک استفاده بکنن برای اینکه به اون شخص انرژی بدن، برعکس
گفتیم جادوی سیاه داریم، سپید داریم. شما اگر تو موزه ودو در مکزیک تشریف ببرین، در موزه ودو توی مکزیک خواهید دید که انواع و اقسام عروسک‌ها وجود داره، و چون اجازه ندارن که ودو سیاه رو یا جادوی سیاه رو بیان نشون بدن به بقیه، مطمئنا همین عروسک‌های خوب رو خواهید دید که همه دور عروسک‌ها تسبیح بسته شده، صلیب به گردنشون انداخته شده، اذکار خوب براشون گفته شده و این ودوها اینجوری هستن. ولی اصل ماجرا اینه که متأسفانه مردم بیشتر دوست دارن که لطمه بزنن به هم دیگه. حالا یکی نمیدونم نامزدش قدیم بوده رفته خیانت کرده بهش، میخواد ترتیب کارشو بده، یکی نه شوهرش رفته زن گرفته میخواد پدرشو در بیاره، که با مادرزنش لجه میخواد پدرش، یکی با پدرزن. اول همه میرن سراغ این قضیه ماجرا که بیان ببینن آقا داستان از چه قراره، ما چجوری میتونیم به یکی لطمه بزنیم و آسیب بزنیم. متأسفانه مردم سراغ این قضیه نمیرن. بخاطر همین هم شما وقتی تحقیقات دکتر در واقع زابلتا رو ببینین، میبینین که ایشون وقتی حالا میره، ایشون کشیش هم هست البته، وقتی میره در اطراف و در حومه مکزیک داخل اون صخره‌هایی که اطراف هستش، اصلا یه جایی رو پیدا میکنن که تمام این تلسما اونجا هستش. حالا قورباغه بنده خدا رو میگیرن. البته بهتون بگم این ودو روی عروسک اثر میکنه، روی موجودات زنده بیشتر اثر میکنه. یعنی که شما مثلا یه قورباغه رو بگیری یا یک سوسمار رو بگیری، حالا به قول ما مشهری یا یک کلپسه یا چلپسه ما میگیم، همون شما شاید شهرهای دیگه به هر کدومتون یه چیزی بگین، چی میگیم بهش، بزغال مار بهش میگین، بزمجه بهش میگین، ما میگیم بهش کلپسه یا چلپسه. چلپاسه یا کلپاسه رو میگیرن، کوچیک هستن اینا رو، اونا خیلی خوب انرژی شخص رو میتونن بگیرن. وقتی اون رو وارد اون دایره میکنن و اون دایره جادویی رو درست میکنن، شخص رو وارد اون میکنن، چشم این بدبخت رو میدوزن، چشم این سوسمار رو، دستاش رو میدوزن و انرژی اون رو و اون رو توی یک دونه ظرف شیشه‌ای میکنن و بعضی موقع روش یه سری از چیزای بدی میریزن، حالا مواد بدی مثل حالا بعضی موقع تو الکل اصلا میدوزن زنده زنده، یا خاک میکنن تو قبرستون، تو قبرستون خاک میکنن که قورباغه هستش، حالا مار هستش، اما اقسام مارمولک ها، بزمجه، حتی مرغ و خروس و اما اقسام مارا چیزا رو دارن که بر اساس پولی که طرف میده این کار میان انجام میدن و اون مراسم انجام میدن. و بعد این دکتر در واقع دکتر زابالتا تمام اینا رو در میاره و جالب اینجاست که موقع که این تلسما رو میاد میسوزونه، که الان فیلم مستندش هست، وقتی تلسما رو میسوزونه، موقعی که آتیش میزنه اینا رو در میاره، اصلا عجیبه، اصلا بعضی موقع جوارح میبینیم، حتی اعضای بدن افراد رو میبینیم تو اینا هستن، اینا رو که میخواد در بیاره باطلشون کنه و بسوزونتشون، خودش حالش خیلی بد میشه و تمام اطرافیان حالشون بد میشه و انرژی منفی رو باطل کردن سحر و جادوی سیاه خیلی انرژی میبره از کسی که سپید هستش و میخواد این کارو انجام بده و واقعا حالش بد میشه و اینا رو آتیش میزنه و بعد از اون باید یک هیلینگ روش انجام بدن و برای خودشون حالا داستان داره، سرش رو باید ببندن، رو سینه‌ش رو آناتا چاکراش باید رو سنگای مخصوص بذارن یا صلیب میزنن، حالا هر کس بر اساس عقیده‌ای که داره، و بعد این کار انجام بدن. در نهایت بسیار بسیار بازار داغی داره ودو، و نه تنها این حیوانات و عروسک‌ها، که خیلی از تلسمای دیگه‌ای هستن که انجام میدن، کارهای دیگه‌ای هستن که انجام میدن و قربانیای میکنن که وجود داره. اما یه بحث دیگه که تو ودو، حالا بحث ودو شد و صحبت از ودو شد، ودو یک اتفاق خیلی جالبه که توش میفته این هستش که بعضی از این افراد به صورت مدیوم قرار میگیرن، یعنی محل عبور و مرور در واقع اجنه میشن یا اون ارواح بد میشن درون خودشون، همچنین ارواح خوب. حالا من در کاتماندو که بودم، رسما اونجا مدیوم هایی بودن که نماد ارواح خوبه که اونجا وجود داشتن، می اومدن توی وجودشون و اصلا در کاتماندو با ارواح مشورت میکنن، یعنی رسما چند تا مدیوم، مثلا خانمی از کاندرو که از بچگی اونجا تربیت شده، خانم کاندرو الان در واقع یه موقع خیلی زیبا بود و جوان بود، الان یه ذره دیگه پیر شد و شکسته شده، ولی ایشون رو من از نزدیک دیدمش و این افتخار داشتم که باهاش صحبت هم بکنم حتی، و ایشون حالا تو جمعی که ما بودیم بالاخره فرصت شد که ما بتونیم حتی کوتاه باشون صحبتی داشته باشیم. ایشون مدیوم بود و توی مراسم خیلی خاصی که همه مردم حضور داشتن، کلاه خیلی خاصی سرشون میکنن تبتی ها و این ارواح مثبت میان توی بدنشون و یک صدای خیلی عجیبی هم از خودشون رو در میارن و شروع میکنن به یک زبان خیلی خاصی صحبت میکنن. از اونجایی که من زبان تبتی میدونم و زبان تبتی هم درس میدم و خطشون رو و خط اومه و اوچه رو درس میدم، حالا بچه‌ای که کلاس تبتی من میان اگر ببینن کار رو حتما براشون جالب است، ولی یک گویش دیگری از میشنوی اونجا که اصلا ریشه متفاوتیه و یه خط دیگری رو میبینی که شباهت به خط اومه و اوچه داره، ولی وقتی طرف صحبت میکنه
شروع میکنه به نوشتن حرفای اون شخصی که داره، اون روحی که داره صحبت میکنه و داره راهکار نشون میده. خصوصا بیشتر برای اینا که متناسخ میشن، بچه‌هایی که مثلا یه رینپوچه‌ای بوده، یک روحانی بوده در زندگی قبلیش و مرده و دوباره برگشته در یک روستا تو بدن یک بچه‌ای، وقتی که شک میکنن این ارواح هستن که میان و میگن به دالای لاما. البته به عنوان مشورت از اینا استفاده میکنه دالای لاما و هیچگاه نیروی انسان رو دالای لاما نمیگه باید به اینا بسپاری و اینا برای ما تصمیم بگیرن، چون بالاخره مثل یک دوست که باید باش مشورت بکنیم، اونا مشورت خودش رو به شما میده، حالا روحه یا هرچی. در نهایت تصمیم رو باید انسان بگیره و نباید انسان این کار رو انجام بده. در نهایت مدیوم ها توی ودو هم وجود داره، تو ودو مدیوم های بد وجود داره، بعضی موقع ها تسخیر میشن بعضی از اینه که توی ودو هستن و باید اینا رو بکشم بیرون. مراسم خیلی خاصی داشت، من اونجا تو کاتماندو بودم، یه بار اتفاق افتاد که کسی تسخیر شده بود. میارن اونجا دیگه، اونجا گنبدی هست مثلا امام رضا که اینجا میان برای شفا، همه جمع میشن، اما وقتی آدم ها شما برای شفا میبینی، حالا یکی هم شفا میگیره، همه میریزن دیگه، میکرن همه چیشو، که حالا جوکای زیادی هم داریم و داستانه زیادی هم داریم در مورد این قضیه. توی کاتماندو هم، توی بودانات که من بودم، اون گنبدی که اون وسط هستش، یه گنبدی هستش که تمام بودایی ها مثل کعبه اوناست میان دورش میگردن. اونجا آورده بودن کسی رو که در واقع گرفته ارواح جنگلی اون رو تسخیرش کرده بودن و خیلی جالب بود، این رو کفنش کردن. اون روز صبح خدا بیامرز دوست عزیزم محمد قاسمی هم با من بود اون روز و خدا بیامرز از بین ما رفت. الان تیر ماه هست، شاید نزدیک سال در واقع مرگش هست، من دارم این صحبت هم میکنم، شاید یه دفعه الان اومد تو ذهن من که ایشون هم با من بود اون روز صبح. این دختر رو که ما روز قبلش دیده بودیم که بسیار بسیار صدای خشنی داشت و کلفت صحبت میکرد و تکون تکون میخورد و خودش رو بیزد، یه عکس من گذاشتم کنارش واسدم، یه عکسی گرفتم بعد از اینکه درمانش کردن. توی یک از کتابام محمد قاسمی عزیز زنده یاد، محمد هنرمند بزرگ، گیتاریست خوب، حرفه‌ای، ایشون هم بود، خدا رحمتش کنه، بغل من بود. این راهبه که درمان شده وسط ما هست و منم اینجا نشستم که بعد از اینه که این جنگیری انجام شده، چند روز بعد از اونه که ما اومدیم نشستیم. بله، روز اول ما رفتیم اونجا، یه دختر چینی گوگولی لاغری که موهاش رو زده بود و از اونجا غر کرده بود از خانوادش، حالا حالش خراب شده بود، اومده بود پناه آورده بود به اینکه راهب بشه اونجا و واقعا چیزی هم برای خوردن، اصلا دلمون سوخت براش. شب اومدیم دیدیم یه موبایل خیلی قلابی هم داشت، نگاه میکرد و حالش بد میشد، یه دفعه حالت کاتاتونیک میگرفت. من اونجاشون روانشناسی خوندم میدونم دیگه، مثلا یه دفعه گیر میکنن یه جوری میمونن، توی فیلم ها دیدین، نه تو اسکیزوفرنی ما داریم، طرف یه دفعه میمونه یه جوری پل میزنه میمونه، این حالت کاتاتونیاس. حالا چک بکنین، بدن یه جمودی میگیره، انقباض عضلانی میشه، اینا که جنگیری میشه تو بدنشون میاد، این کاتاتونیا خیلی بیشتره، نیروشون یه دفعه 100 برابر میشه. یه دفعه یک زن ساده، اون همون دختر چینی، یه دفعه یقه میگرفت شوت میکرد همه رو. یک زن مثلا لاغر مردنی زور 4 تا مرد رو پیدا میکرد. یه دفعه بدنش جمود پیدا میکرد، کاتاتونیا میشد، پول میزد روی حالتهایی وای میسد که اصلا حالت عادی امکان نداره همچین چیزی. تا چیزی تو بدن نباشه این اتفاق نمیفته. و در نهایت امر ما دیدیم که بله، ایشون آوردن و کفنش کردن. یه مثل کفر مانندی شکلات پیش ما میکنیم دیگه، دوستان میفرستیم میرن دیگه، خدا رحمتشون کنه همشونو، که خودمونم یه روزی بالاخره یا کفن پیش میشیم یا یه اتفاق برای هممون میفته. در نهایت ایشونو کفن پیچش کردن و بعد یه سری گل زرد رو آوردن از دم اون گنپا، دور گنپا گردوندنش رو کفن، بعد اومدن یه سری گل زرد ریختن، بردنش توی یک دایره خاصی که تشکیل دادن و داخل اون دایره آمدن و یه سری از حالا کارهای مخصوصی که تبت دارن که مخصوص آفرینگایی هستش که انجام میدن، که حالا اینا رو من اواخسام این چیزا رو خب اونجا کار کردم میشناسم، اینا رو عمر انجام دادن، اون دعوت کردن از راست و چپ و اینا رو آوردن. و بعد البته من میگم متاسفانه برای اولین بار بود که من میدیدم یک چنین چیزی رو، یعنی من چون تو تبت همه خب بیشتر گیاهخواری میکنن و خیلی الان تو مود این قضیه رفتن که گیاهخوار باشن، البته آینه بودا گوشت میخورن، یعنی بودا با گوشت مشکل نداشت نسبت به این قضیه، ولی اونجا من دیدم که یه دونه مرغ آوردن، یه جوجه که نبود کوچولو باشه، تقریبا یعنی مرغی که بین جوجه و مرغ یه نصف نیمه، آوردن و اینو دور سرش چرخوندن و من برای اولین بار دیدم این مرغ رو، آوردن و سرش رو زدن روی دونه کنده درخت، آوردن سرش رو زدن و خونه اینو زدن به اینجا، اینو این دیگه افتاد رو زمین و اومد بیرون و شاهد بودیم که دیگه اون صدا رفت و حالش خوب شد و
استناد کرد و ما دیدیم که این اتفاق افتاد. اگر کسی به سفر بره، ان شاءالله در آینده بره ماکلاگانج، بره کاتماندو، بره بخارا، بره خیلی جا، بره کامبوج، حتی کامبوج که خب خیلی وحشتناک‌تره، در تایلند خیلی جادوسیا اونجا بیشتره تو فرقای جنگلی و عجیبه. البته ان شاءالله که حالا نصیب شما بشه یه بار رقص زارم برین. رقص زارم در جنوب بسیار جالبه، زار گرفتن ما هم خودمون داریم اینجا که بسیار قویه، و اونها هم جن و ما هم میگیریم اینجا با رقص زار و با صدای حالا سرخپوستا هم دقیقاً مثل ما با زدن در واقع اون دف و طبل و خوندن یه سری از چیزای کار انجام میدن. دوستان عزیز، یک فیلم و سریال رو من قبل از اینکه حالا کارم رو تموم بکنم، یک سریال رو من به شما پیشنهاد میکنم که این سریال رو ببینید. سریال بسیار زیبایی هستش، سریال ترسناکی هستش. بچه ها نبینن این سریال رو. آقای پرویز پرستویی تهیه کنندش هستن. بعضی از قسمتاش رو من خوشم اومد دیدم و ازتون میخوام که حتما این در واقع سریال رو ببینید. سریال آنها اگر اشتباه نکنم قسمت 3 خصوصا در مورد یک نوعی از رقص زار صحبت میکنه که چگونه یک سنگی رو یه نفر تو خونش میاره از یک مراسمی و اون ملافه ای رو که رو خودشون مینداختن و یک موجود غیر ارگانیک خاصی میاد. حتما همتون ببینین آنها، سریال آنها جدیدن اومده، قسمت 3 اومده. قسمت 2 هم قشنگ بود و واقعا میتونست با واقعیت جور در بیاد و من فکر میکنم نویسنده این آقای سروش، حالا فامیلشون نمیدونم، دوست دارم که واقعا با ایشون حالا اگر بشناسه من رو، نمیدونم خودش در چه کجا هستش و چه میکنه، ولی داستانه خیلی قشنگی نوشته، من بهش تبریک میگم. بعد از مدت ها من تو ایران دیدم، حتی همه داستانه نه، دو سه تا داستانش خوب بود، ولی این داستان شماره 3 رو حتما ببینید که بسیار جالبه، که نشون میده که چگونه یه نفر میتونه تسخیر بشه و چه اتفاقایی میتونه بیفته. و در نهایت باید خیلی جالب باشه این سریال رو، ولی خب با بچه ها نبینین دیگه، یعنی کسایی که بچه دارین تو خونتون خواهش میکنم ازتون لطفا اینا رو نبینین، واقعا تاثیر منفی میذاره رو بچه و اصلا کار خوبی نیستش. خب دوستان عزیز، در پایان این بحث، البته حکایت همچنان باقی است، ولی خب دیگه مجبوریم که دیگه جمع کنیم و کم کم بریم، شما هم خوابتون میاد حتما. در پایان این بحث میخوام بهتون بگم که همچنان کلاس‌های بیداری کندلینی من برقرار هستش، البته واقعا فول شده و اگر کسی میخواد شرکت بکنه باید حتما خب از پیش وقت بگیره. کلاس زبان باستانی من همینطور، که حالا میدونین چندین زبان درس میدم و جدیدم که زبان تولتکا رو دارم درس میدم، و خب در نهایت اونایی که روز اول میان دوست دارن سریع بخوان به این مسائل برسن، خب دوستان عزیز باید یک ترم، دو ترم، سه ترم اون زبان رو بیاین و ببینین. و در نهایت امر احساس میکنم که میتونین شما هم شرکت بکنین تو همه کلاس ها، چرا که نه، و زبان باستانی رو یاد بگیرین. دوستان عزیزی که اینجا هستن از همشون تشکر میکنم، میخوام اسم همه رو بیارم یک به یک دیگه، بعد تا یه رو فکر کنم اسم میارم. از همه تشکر میکنم، خصوصا از پدر و مادر عزیزم که دیدم توی لایف اومدن، به نیابت شما از پدر و مادر عزیزم تشکر میکنم. و دوست داشتم براتون موزیک بزنم، ولی خب الان من امروز دکورم عوض کردم، کنار در نشستم، مطمئنا گیتار اگه یه شب بیارم صدا میره بیرون. ان شاءالله یه شب دیگه برنامه میذاریم براتون. حتما اگه دوست داشتین این پست رو به اشتراک بذارین برای دوستانتون، استوری بکنین دوستان عزیز، و یادتون باشه که این دانش باید به همه انتقال پیدا بکنه و همه ما، اگه یه نفر یه چراغ روشنی میشه باید بوسه بزنه اون چراغ خاموش رو و اون چراغ خاموش رو روشن بکنه، و اون چراغ رو خاموش وقتی روشن شد او هم بوسه بزنه به بقیه و بقیه رو روشن بکنه. ما همه یک پیکره هستیم هممون، و باید سعی کنیم همه با هم دیگه بریم بالا و دانش رو به هم دیگه انتقال بدیم. دوستان عزیز، دوستتون دارم از صمیم قلب و براتون آرزوی خوشبختی و سعادت میکنم. به هر زبونی، به زبان تبتی تاشی دل نمسکارا، به زبون هندی و پترود شادی، به زبان پهلوی، به همه زبونهای دنیا خیلی خوشحال شدم از دیدارتون. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اشتراک و استوری یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.